محمدان عزیز، خدا کنه صحت سلامت باشین. من حفیظ محمدی هستم، با قاب گفتگو بسیار خوش آمدین. آرزو دارم که هفته دیگی که در قرنطینه هستین و در خانه هستین به خیر و به خوبی و به عافیت سپری شده باشه. پیش از اینکه بریم در برنامه، یک شعر نمیدونم پیشین برابر شد، آن میخوام اینو بر شما عرض کنم. و شما هم کدام شعر داشتین باز میشه در مقابل ما پس استاد استادگی کنین و ببین. خب میگه عجایب روزگار آمد که یار از یار میترسد. واو. عجبتر این که خلق از رفتن بازار میترسد. و باید همون تو باشه که آدم از بازار رفتن بترسه. پریشان کرده یک ویروس کوچک خلق دنیا را. صحیح؟ همه حیران و سرگردان، همه از کار میترسد. منتها ما کار میهیم نمیترسیم، اما موضوعات سیهی را مدنظر داریم. کجا شد آن غرورها و تکبرهای پوشالی؟ یکان تا غرور و کبر یا میکنن. اتمداران قرن هم با دل افگار میترسد. ز یک ویروس به نام و نشان دلها حراسان شد. سعیس؟ چرا خرد و بزرگ دیوانه و هوشیار میترسد؟ سعیس؟ اگر علم این همه پیشرفت کرده در جهان امروز، چرا از دستگیر دروازه و دیوار میترسد؟ اگر علم یک پیشرفت کرده، هنوز خوراک و داروهای کافی است در بازار، چرا هم مشتری هم صاحب انبار میترسد؟ هم مشتری بیچاره ترس است، هم صاحب انبار. لطف کردین دوستا کرونا را جدی بگیرین. واقعا این شعرم به خاطر زمین بود که واقعا هر طرف ترس است و ایتاقادم احساس میکنه در خانم که مدرایی فکر میکنی که دونی چیز ویروسک شاید باشه، دونی چیز باشه، دینی چیز شاید باشه. اما امو خوبتر است که چیزایی که سازمان جهانی صحت میگه که نمی آمشی است که بیشترین احتیاط که دستتان کنین، دستتان بشوین چندین بار و ای زیاد هم تکرار هم شده، خوب است که تکرار شوه، گفته شوه، به صورتتان دست نزنین که زیادتر به دهن و بینی و چشم و گوش، و آب گرم و مایات گرم استفاده کنین، خود گرم نگاه کنین، در خانه قرار قرنطین باشین، کسی که مریض است ماسک بپوشه، کسی دیگری که مریض است اگر در یک جای داخل میشه باید ماسک داشته باشه. فاصله ما و شما باید چقدر باشه؟ حداقلش یک متر یا 1.5 متر باشه. اگر 2 متر باشه چه خوب. دیگه این تمام توصیه هایی است که از طرف سازمان جهانی صحت شده، اما تا به حال متاسفانه که یک واکسین یک چیز بیزی پیدا نشده. اما ما و شما دیگه قرنطین که هستیم، کوشش کنیم که از این وقت که کافی که در خانه داریم ازش یک استفاده بسیار خوب و مثبت کنیم. اینا رو بیاین طرف شما دوستا که شما در خانه قرنطین هستین، چی گل ها رو به آب میدین؟ این یادمی که قرنطین هستم در خانه با مادر سلام علیکی کنی؟ چند روز سمیش هستی تو؟ یا خانه میتا میگه خب، مسئله چی میکنی در قرنطین؟ حالا من خواب بعدن بله فلم دیدن شروع کردم. فلم کارتونی یا فلم های جنگی؟ من سوال از دیگه سوال نه، من فلم هایی که داشت تو نقش داشته باشی سعی نکن فقط فلم هایی خدا چیه گپ جالبه وی الایم وی الایم. یک روز اگر ایره کرونا نکش من میکشم میره بعد من میره بعد جمع میگم خودت هم از کرونا کم نیستی خورک بگو بخشی بیدرم. خب مسئول زیادتر استراحت میکنی دیگه در جیان در قرنطین، خودت خسیم چی میکنی؟ ما در قرنطین فلم سعی میکنم معمولا، و دوم دیگه اگر آدم از اختیار نشه ما مطالعه میکنم. مطالعه میکنی آفرین. بهترین مورد سینما، بهترین چیز که است کتاب است. و دوستا شما یکان کتاب هایی که بسیار مشهور است شما در گوگل برین گوگل کنین و در اونجا لیست از کتاب های مشهور دنیا میایه و شما انتخاب کنین کتابی که بیشترین فروش را داشته، کتابی که بیشترین خواننده را داشته، کتابی که بیشترین مشتری را داشته یا کسایی که او را گرفتن، او کلش آمارش نشته است. اونم کتابا را شما بخونین و حتی اگر را سرچ کنین که آدمای بسیار موفق دنیا کدام کتابا را خواندن، باز دوام لیستش میاد. مثلا برتون میگه که اوباما کدام کتابا را خوانده، اگه باز چهره سیاست مدار علاقه مند هستین، یا با چهره ای که بزنسمن و تجارت پیشه هستن، اگه با او علاقه مند هستین مثلا بیل گیتس را ببینین کدام کتابا را خوانده. کل فهرستش میاد، شما کتاب دانلود کنین بخونین. در می روزایی که قرنطینه هستین یک استفاده بسیار خوب و مثبت میشه. 3 هفته بسیار وقت زیاد است و شاید که 3-4 هفته یا یک ماه که تیر شوه یک بیخی یک آدم نو شوین از خانه اگه برای این بیرون. از کتاب گفتم به خاطر که کتابای خیلی زیاده
خانه هست و خاک گرفته به خاطر ای که ما همیشه بهانه ای را داشتیم که ما فرصت نداریم نمیخونیم. این فرصت بسیار خوب است که بخونیم و ما در کنار ای که به درسایم رسیدگی میکنم به خاطر که یک انبار از درس شده بود بر خودم که مصروف بودم در برنامه و یا نمیتونستم بخونم، هم درسایم میخونم هم در کنارش برنامه های مختلف میبینم که بتونم از اون برنامه ها یک چیز برداشت بکنم و کار بزرگ خودم در وقت زیادتر انجام دادم، آشپزی یاد گرفتم. مبارک باشه آشپزخانه. دفترم خوب کتاب میخونه، روز دیدم یک کتاب میخوند و همیشه آدم درسخوان است، امو صدر را برای ازدواج موفق هم کتاب میخوندن و بسیار کتاب خورد. ما خوب است، مقصد آدم بخونه یک چیز را پیدا کنه. این کتاب را نام داری کتاب بر ما بیار سر جا باید کتاب بر شما بیتی شما چرا دیگه؟ قصد ازدواج دوم نزد مولوان داشته باشه بسیار خوب است. خب برای ازدواج موفق من بیشتر رمان میخونم و دوست دارم. ایره میگم کانتنت کلت برنامه شد. یک بخش داشتیم دارمان جور کرده بودیم یادش بخیر، در سال 2011 بود نه؟ 11-12 بود که یک چی بود به نام خیال شاعر در شعر. یعنی که یک شاعر وقتی یک شعر نوشته میکنه سر چی فکر کرده. باز قسیمی را کمدی ساخته بود که مثلا اگه میگفت که چشمای تا هو آرس نه؟ آنها گفتن همونه که همون طرح هم طرح از حفیظ بود، وقت رئیس رادیو بود. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. ما در پشت پشت ازی بودیم، در وقت رئیس رادیو هم بود، ما در این پشت سر ازی، حال رئیس تلویزیون شد، حال ما در پشت ازی. اگه سباش رئیس جمع شد شاید من دانش باشم. خب ببخشید یک فاصله توف مامده بقل چیش میتون ولی کرونا گره ولی فاصله خوب است ولی توف توف سلیبریتیز تو میتونی که ایرده چیش باید بشه قیشا و هم گندره کیسه کانادا برد برای کرونا نیست کشف جگه. خب آماده استیم و یک بیاواز اگه شما داشته باشید در فرق ما برسه ایست دوستان که اینجا آمه هستن دور دورم شدن وای بله کامرا مینا بابا بگو این تنها دیگه اصلا برداری ماش نگیری کسایی که آدینس هست دیگه همین دوستای ما هستن بله بله سی متر یک میمانم داریم اگه اشتباه کنه بود ببرتون بگم در این جوانی چی اگه خیلی باشه. شهر خالی واوا، جاده خالی واوا، کوچه خالی، خانه خالی خانه خالی خانه خالی نیست دیگه. شاعر به این فرد شیر دنیا را به یک کارتن تشبیه کرد. جام خالی، شاعر لالا از نگاه اسلامی خوب است که خالی باشه، یک رقم نشه واری معلوم میشی و عملت جدا موتاب باریستی. سفره خالی و ساغر و پیمانه خالی، این کلش خوب است خالی باشه. سفره خالی، شاعر لالا سفره خالی نیست، در اون بغل دسترخان یک نارنج لیمو معلوم میشه که کیلوی 500 افغانی خودم برات آوردی. باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. کلش خالی. شاعر در این فرد شیر در مورد امتی آف ده گراوند در انگلیسی گفته. وای از دنیا که یار از یار میترسد. تشویش نکن شاعر لالا، یار یار خود دوست داره، ویروس کرونا باعث جدایشان شده. کسایی هستن مثل تو که نامزاد هستن چلگک خودت از زیر دستکش پت میکنن تا خودا مجلد بزنن. مگم او بخش بعدی است. غنچه ها اشتباه کردید با مزد شاید لالا که شعر تبیستم ساختم. غنچه های تشنه از گلزار میترسد. راستی هم ما میترسد شاید لالا میترسد. ویروس کرونا است و این کار چین است، اگر نه نه غنچه ملامت بود و نه هم دیگه. عاشق از آوازه دیدار میترسد، نمیترسد، یک و نیم متر فاصله میگیرد، یکی دیگه خود از دور نگاه میکنه و در اینجا است که میگن This is eye contact. چای لالا شهسوار از جاده هموار میترسد، بازم خداوند لعنت کنه کرونا را. کرونا بنه منو. شاعر لالا یک بخشک سیاسی را من داختم تا ای که خدا همیشه شاعر فکر نکنی در سیاست هم خدا ایزار دخیل بده. این طبیب از دیدن بیمار میترسد. والا اینی بیخی راست است با خدا. این طبیب از دیدن بیمار میترسد. راستگی بیخی دیگه میخوان. شاید لالا این محبت دو جانبه است، نه تنها که طبیب میترسد بلکه مریض از طبیب میترسد و طبیب از عبیب میترسد. و کلگی از یکی دیگه میترسد. و کلگی از یکی دیگه ترس دارد.
من از برادر خود ترس دارم. ترس من منو. باز شاید لالا خودت در قالب سیاست فکر کن. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت. شاعر لالا درد تو درد عشق نیست، بلکه آره تو را کرونا خراب کرد. ولی در قرنطین باش شاعر لالا، انشاءالله که خوب میشی. سالهای انتظار بر من تو بد گذشت. شاعر لالا ماسک بپوش، دستکش بپوش، انشاءالله خدا در قرنطین نگاه کو، خدا میربان است. چین بن منو باز خدا سیاست او طرف فکر نکن. فکر میکرم شاید لالا شیرت کده همی برنده است. آفرینه. باز توته ای توف یک سلیبریتی در بقل گوش شما یک تماسی داشت و امکان داره کیسه کانادا برد پره. آشنا نا آشنا شد تا بله گفتم، بله گفتم بلا شد. بله شاید لالا از بلا یاد کدی. دفالی ما هم یک بلاست. نخورد ولی شاید لالا افکت شاید یک کارکی بکنه. گریه کردم، ناله کردم، حلقه بر هر در زدم، بر هر در زدم. شاید لالا در هر دری که میخوایی تق تق بزنی، در دزگیرکش دست نزنی، که تلاغت دروازه را تیلکو. ای رقم هم نه شاید لالا که قریب باز چیخ زده بودم، ای رقم نه شاید لالا که دروازه را تو میده کنی. تو برسلی نیستی. نه چسبید باز. خیال شاعر در شعر. بسیار خیر. خوب است. کار خیر دیگه. نه کرونا نگیرد کار هیچ مشکل نداره. یک بخشک بود ویژن یک وقت. یک وقت یک کسی یک چیز جالب یادم اومد. یک کسی برای دوپا کرده بود. یک 3000 افغانی. نمی دفتر کار میکرد. و کار از این دوپاگری بود. که بیشتر کسا میفهمم ما فردی نمیاد 3000 افغانی گم است. و زیاد کسا رو دوپا کرده بود. من نمیفهمیدم. روز اومد گفت که من مادر مریض است یا پیسه 3000 افغانی دادم. شش ماه بعد خبر شد نفر چین مریضی را دچار است که از کرونا هم کردی بدتر است مریضی. و من در خیال شاعر بودم. او وقت دیگه من خواستم که چه رقم پیسه خودم از این بگیرم. من شروع کردم افغان پسرک قد بالا داری، واوا واوا شاید لالا قد بالا و پایین مهم نیست، اخلاق مهم است. من یک قد بلند میشناسم که نامش فلانی است. خدا شاهد است که 3000 افغانی مرا دو پکل شاید. دیگه در چیزی تو را منداختی. چشمان خمار رخ زیبا داری، شاید لالا رخ شاب زیباست، چشمایش خوب آبت انگوری. مگم خدا شاهد است که 3000 افغانی چشم آمیشه شاید لالا مرا دو پکل بیادم. من صدقه شوم جد و اجداد تو را، شاید لالا جد و اجداد چی بکنی 3000 چی وقت پیرسه. ای نشه شد سباش باز. او لیلی او لیلی سبامه او لیلی، شاید لالا لیلا را چی بکنی فلانی 3000 افغانی برای چی وقت پیرسه. و این افر سباش آمد که ولی از قرآن اینی پیسه دیگه تی بدر نام مره نامش هم میگرفتی؟ نامش هم میگرفت. و او اولین کسی که ریکارد شد، من چی کدام میده کنم؟ میده کنم که پیسه را گرفتیم. جالب بود که یه هنگم دیدم که صحبه ها سر مایه گرد تشویق از کلم کارو من سر شانه گرفته که امام 2000 میگه امیر دامه بده که برای ما دانه دانه بیاره. باز مجبور که میگه شاید لالا پیسه فردین جان چی تو باز در دگه برنامهش دقیقا کم یک آهنگ بود تو وقت در اولین نگاه تو ای نازنین دل باختم. واوا شاید لالا سمیرا هم 2000 دلار 2000 افغانی از طرف فلانی خان دو پشت از مرا داد، ولی از سمیرا را خواهش میکنم که بته. و اینه بود سه نفر کارمند داره پیسایش را داد. بعد از او همی گفتن شاعر بند شد. آه باز شاعر گفتن نه بند نشد، باز گفتن که میدای حیثیت که دو نفر گفت که مرا بیادر بسر جانج کنه. بله آه من متأخر هستم. بعضی کسایی که در خانه نبودن یا مثلا فرصت نبوده در کار مصروف بودن، شاید هم اعضای فامیله هم کسایی که مثلا برادر خواهر اولاد کلگی را هیچ نیده باشن. بله. و همی باعث میشه که کسایی که در خانه است یک دفعه بشینن و یک دفعه ببینن که در خانه چی میگذره. بله. همی کسایی که کار میکنن صبح تا دیگر زحمت میکشن خانما و یا اینیا هم یک عالم بیچاره کار میکنن و همی خانه که میچره سر از همی هست نه؟ و این بسیار اگه احساس خوب برای کلی پیدا شده که به خانم یک زندگی جریان داره و کلش به خاطر ماست که ما بیرون میبریم پس میم این تگ احساس میکنیم که ولاد دیگه هستیم نیستیم ماستیم. اما نه آفرین تمام خانما،
تمام کسایی که در خانه هستن پاککاری میکنن، غذا پخت میکنن. سال پر قرنطینه بودن، ما نه از دل عزیز از دل عزیز مردم میگیم قرنطینه بودن، همیشه در داخل خانه امی طفل کلان کردن، اعضای خانواده تماممو غذا و دیگر آماده کردن یک کار بسیار بزرگ است و آفرینتان دیگه. ما از دلتان میاییم و خوب است که کلگی در خانه هم کاری هم کنن. بله ما مثلا... مردا از دل خانه ما میاییم، ما مردا و سر زنتان ظلم نکو بعد از مصطفی جان. یکی از کسایی رو دعوت کردیم که همکار بسیار خوب ماست. بله. دمی یک هفته دو هفته در برنامه های بامداد خوش دوستا دیدنش. بله. و یک تاریخ و یک داستان هم داری همکار ما که ما همکاریش که تمامش صحبت خود کردیم دیگه، فقط زود رفتیم و زود پس میاییم. خب قبل از اینکه بریم مهمان عزیز دعوت کنیم، بیاین که بریم تک تاک ببینیم که بعض دوستا تک تاک روان کردن و شما میتونید در شماره‌ای که میبینین تک تاک هایی که ثبت کردین بر ما بفرستین. چی گپ هست در تک تاک؟ خود او طرف بگیم باش با خدا مایی بود قسیم ماره نه مایی لقر نه فروختم و آلو خریدم، من تذکیره فروختم و آلو خریدم، باقیشه دو سیر کچالو خریدم، کچالو خریدم یا آلو خریدم، من کچالو خریدم آلو خریدم. آیا 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 من تذکره فروختم و آلو خریدم، من تذکره فروختم و آلو خریدم، باقیشه دو سیر کچالو خریدم. نیوالا من تذکره فروختم و آلو خریدم. چند بود؟ من تذکره فروختم و آلو خریدم. خوب. من تذکره فروختم و آلو خریدم، باقیشه دو سیر کچالو خریدم، کچالو خریدم یا آلو خریدم، من کچالو خریدم آلو خریدم، من کچالو خریدم. به جمله زیبا باز هم سرد بگوی قربان شروع و شولید جو قصه های مجردی احمد پوپل در سایت پرجم جوش گوگل، مجرد پوپل در کمین نشدن اسپازین، 51 ساله مجرد بعد از افتومین سالگرد قاب و گفته بود. از ناس چی میگید؟ امرو اول بگو. از ناس خود من را در خانه سیامار میگن. خوب ناس. خب تشکر از تمام دوستا که از برنامه قاب گفته و تک تاک میسازن. شما هم در خانه هستین تک تاک بسازین و ما بفرستین. بریم با وقفه و زود میریم و زود میاییم با مهمان ما. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز، ادامه برنامه قاب گفتگو است. هیلارمش تول جو روغ و سی و عالم بخش مهمان است که دیگه یک همکار بسیار خوب ما که نه و با طلو پیوستن منعیس تهیه کننده و همچنان در بامداد خوش هم شما دوستان دیدینش دو سه بار یا چهار بار شاید دیده باشن دوستان. نادیا جان هستن. نادیا جان نایاب. نایاب مهمان ما هستن. سلام به شما، خوش آمدید. اول ترزن سلام تقدیم میکنم به تمام بینندگان عزیز قاب گفتگو و بعد از او به همکارای عزیز سرجان، حفیظ جان، مسرور جان، قسیم جان. خوشحال هستم که یک بار دیگه امرو با فامیل طلو یک جای شدم و این روزا را دیگه دوباره تجربه میکنم. تجربه میکنم. و یک چیز حفیظ جان ببخشید بگویم، قبلا نادیا جان در دوبله بود که شما گفتین اون خاطرک و در روی اولی بودن، یادم هست اینا در گاز بودن، دانشجو سزار گاز میداد یا کلام شون و به خیر روز به نتاخشان و این ثمره اونمو روزایی است که دانشجو شد. زحمت های از امونا بودن که ما با اینجا رسیدیم. دوستا بریم خندیت گرفته مگم در دل نگاهش نکو. صدای صدایی که نادیا جان که اول خوب ببینیم چهره او وقت شبیه این ببینیم که یعنی یک کارمند بسیار کوچک موبی گروپ یا طلو وقت نادیا جان بودن به چی سن و چهره قرار داشتن؟
این نام خدا بیخی دیگه امو طفلای که امتو زکاوت داره چقدر خود معلوم میشی یعنی خوردان بودی دیگه 10 سال پیش بودی خوردان خبسه بودا دیگه ناده جان در اینی سن همکار ما بودن و آل نام خدا اینا جوان شدن و آل یک منعیس یک پرودیسر یک تهیه کننده کنان و یکی از جوان ها در تیم بله. هستن و صدایی را که شما دوبله میکنید دیرتان است؟ بله یا سریال پنج خواهر بود که صدای جانسو هم و خوارک خردشان را دوبله میکردم او زیادتر مشهور بود و سریال تورسیان بله صدای تفلا را در دوبله میکردن که نام خدا آله دیگه اونا نایده جان شناختام نمیشه و وقتی که آمدن خدا معرفی کردن در یک فرصت کاری که مساعد بود از طرف خود موبی گروپ در اینترویو که وقتی که نایده جان شیشتیم آمدن گپ زدن گفتن که من در همکار شما بودم در دوبله ما دیگه تو فکر کرده رویستم که تمام کسا زیر نظر آیا دمی وقتا یک سال پیش دو سال پیش به می چهره خمان آیده بودم گفت نه من بسیار خرد بودم در توفلیات من اینجا کار میکردم اولین جایی که کار کردم و ازش تجربه گرفتم و آموختم اینجا بود تلویزیون طلوع بود که واقعا برای من جای افتخار است که در فامیل طلوع دوباره یک جای شدیم و اینجا دوباره آمدیم و از زیاد چیز داره یاد کردیم دخترکتان شکریان آیا با میخواین که در بخش دوپلاش بیه؟ آه داینده بخواهی تصمیم دارم که بیاین ناده جان دیگه نال همکار ما بازم هستن و خاطرات 10 سال قبل زنده شد و نام خدا دیگه اگر تو حساب کنین از او وقت تا بالا را 15-20 سال از همکار ما هستن خوش آمدین ایدان دیگه میشه که صحبت های همه جانبه را شما دوست داشته باشین ناده جان از یک دنیا و دنیای دیگه آمدی دوبله با دنیای گردانگی خیلی تفاوت داره در کدامش راحت خود احساس میکنی؟ والا مسرور جان خوب است که یک تشویق کننده خود داره یک تشویق کننده تو هر کس جذب نمیکنه مسرور جان سوال که کدی آدم خوب است در هر بخش تجربه خود داشته باشه برای ما نمیخوایم فقط در یک بخش تجربه داشته باشم به می خاطر بخش دوبلاژ برای ما تجربه کافی داد و بعد از او خواستم که یک تغییرات باید بیارم و در بخش پروداکشن و در تصویر به حیث یک نطاق خوب و یک گوینده خوب میخواستم تجربه به خود بگیرم و می خاطر خواستم که در طلوع بازم از طلوع تجربه بگیرم از طلوع بعضی چیزا رو یاد بگیرم و می خاطر خواستم که بود از یک گوینده خوب باشه مسابقت کی بوده در این قسمت در بخش دوبله یا در بخشی که خودت بخوای نطاق باشی و همچنان مثلا هر کسی بر خودش یک هدف مشخص می‌سازن خودت چی هدف داری مثلا در 5 سال آینده هست مثلا پلانت برای چی هست هم موضوع پوپال بودی جوابم دادی یک شب چای قسم جان موضوع فرق داشت آه بیا جان شما مثلا جان قن مشوق اصلی می هر کسی که دک قمیخه قدم برداره فامیلش می باشه برام زیاتر مادر جان پدر جان هم می فرصت دادن و برام گفتن زیاد تشویق میکردن که نگفت تو میتونی باید می رشته را که خوش داری و به مو چیزی که زیاد علاقه داری میتونی که کار کنی و به ما بسیار زیاد سپاسگزار هستم از فامیلم که ما را میال میبینن سپاسگزار هستم به ما این فرصت دادن تا بتونم خود ثابت بسازم دیگه پلان ما بر 5 سال آینده من فقط میخوایم که یعنی در بخش دوبلش تجربه کافی ما خود گرفتم حالا میخوایم یک گوینده بسیار خوب باشم که همه مرا بشناسن و از این طریق تلویزیون طلوع بتونم که چیزایی که در دلم است و گفته هایی که هست و تلاش های زیاد را کنم که بر خود مردم افغانستان بتونم که کمک های زیاد را انجام بدم و ما هم کسایی را که آدم در طفولیت میبینه ایت اگه ساس میکنی که اونمون طفل باقی میمانه دیگه کلام نمیزنه آه سوال جالبی است که باز یک آن که میبینی که یک نفر چقدر تغییر کرده اما تو شده کلام کس برای شما گفته که والا اما تو خواست جالبی است که همیشه انسان به مو یک حال نمیمانه خور زندگی است دیگه آدم باید تغییر کنه کلان میشه با سوال جالبی است که میار کسی میبینه تو چقدر کلان شدی خیلی هم قبل میماندم اگه من کلان شدن خواستم بله این سوال بسیار جالب بود برای من دیگه روز اول که دیجم اومدم از من زیاد کسا پرسان کردن چه کلام شدید چه ناخته نمیشی آه خوصا همکارای دوبلا بله اگر در جوانی دیده باشن باز قدر تفاوت خوصا یک موپی ثابت شد و قسیم تقریبا که ما میبینیمش امو وقتی که 15 سال پیش بود خدا کردن من نگیره که 15 می؟ چیز بوده 15 سال پیش که مطور دیده بودم اینمی تو بودی تا بال را میترستی 13-14 سال پیش چی باعث شده از کدام کریم استفاده میکنی که کریم زد آفتاب و جان نگفته نمونه بیادر ما مصور جان کس اینا که جوانی و چی شده که شما میبینید گلاس پیشیت است یک وار کم تو آفرین مستوره را تنابی بی آزارش بده جالبی است که آفرین همکارای دوبله ما بخاطر که بیشترین قسمت های تلویزیون دوبله
تشکیل میده، یعنی از ساعت 6:30 بجه تا ساعت 10 بجه دوبله است و سریال های است که از ترکی به فارسی و پشتو دوبله میشه و دوستان میبیننش. کار بسیار سخت است، هر دیالوگ هر قسمت باید احساس داشته باشه، هر قسمتی که مثلا یک نفر قار از غال مغال میکنه باید تمام قسم گفته شوه، جایی که گریان میکنه باید تمام قسم گفته شوه، گریان کنن و جایی که خنده میکنه، یعنی هم احساس باید منتقل کنی برای بیننده و کار واقعا سخت است. آفرین تمام همکارای ما به بخش دوبله ما، یک کف برای دوبله بزنید. دوستان به این وقتایی که کلی در خانه شده سریال میبینن. بله نادیا جان، از تحصیلاتت بر ما نگفتی. خسهر جان خوب سوال برام کردین. تحصیلات مکتب خلاص کردیم و سال دوم بخیر حقوق علوم سیاسی میخوانم در یک از پنتونای شخصی. تصویرت با حقوق علوم سیاسی چی است؟ مثلا اینکه فارغ شوی چی میکنی؟ وکیل میشی؟ من میخوام یک وکیل بسیار خوب شوم. خب و امی نه دیگه پارلمان نه، بخاطر کنم خاطری خوش آدم نمی داشته باشه. و فقط میخوام کمی آلگ نتاق گوینده میخوام باشم و می رشته را که انتخاب کردیم حقوق علوم سیاسی را، فقط یک تغییرات اگر شاید درش بیارم در بخش نیوز برم. دیگه خاطرات خوش دایی است که بعض اوقات وقت همکارای ما که دوبله میکردن استادایشان پس پیش میشد یا کس نمیتونست که گریه کنه یا کس نمیتونست رو سالت بگیره، باز چندین بار که یک نقش تکرار میکردن ای برای کسایی که دایرکتر بودن زیادتر مشکل می بود و یگانه مشکلش این بود که یک سریال در وقت زمان زیاد را می گرفت تا او ثبت می شد. دیگه خاطرات آدم زیاد می داشته باشه از هر جای. خاطرات ما از من است که فقط یک دفعه یک همکار ما بود که گفتن که یک نقش را باید بازی کنین، در اون نقش گریه بود و همکار ما راستی همه قدر احساساتی شده بود که تا گریه اصلیش آمده بود اونجا و براستی گریه میکرد. تا نیم ساعت دیگه مارچ میکردیم کوپه از بالت قبلی خود بیایه، اون نقش خلاص شد تو همه تمانده بود بیچاره. تمانده بود. و جالبی هست که کسایی که دوبله میکنه شاید در خانه هم که بر اگه صحنه خوشحالی رو دوبله کنه در خانه خنده کردن برای آجوریست، اگه کدام صحنه رو دوبله کنه کس زده باشه سریال یا مثلا غال مغال کده باشه گریان در خانه هم تعالی خواد پرده دیگه نمو تعالیت خواد بره. بله ما یک چند حرکت انجام میتونم خودت این صدای مرا دوبله کن. صحیح است، فکر کن لایف سریال میبینی و همین نقش برای خودت دادن. ما چی میکنم؟ به صدا میرم خودت صدایش انجام بده. درست است؟ خدا کنه بتانم. انشاءالله که مشکل نیست. ما دیگه بیرین دایز قسمی که میبینین مرض کرونا بسیار زیاد پشت ما را گرفته، اما باید همیشه باید دستکش بپوشیم و ماسک بپوشیم تا از این مرض در امان باشیم. قاسم جان مشکل دایی است که من گریان شما رو میبینم میواز گریان کنم خنده میگیرم. نادیا جان من از سوالات میپرسم، خود در ظرف 5 ثانیه باید به من 3 جواب بدی. خوب است که نادیا جان در نقش میمون آمده دیگه، اینا رو بازم از دل میمون هم یک وقت اگه باز قرار گرفت می تک نقش که یک میمون بخواد که سوال جواب کنه، باز از دل از وقت اومدی دیگه اینا تجربه کردی نه که میمون اینا برن گیم اون که بازی کنه. 5 ثانیه چقدر کم والا؟ 5 ثانیه کم است ولی سوالات ما مقدر طولانی نیست. طولانی نیست و سخت نیست. جوابات کوتاه کوتاه دارم. 3 کاری که همیشه پیش از خواب میکنی؟ دندان برس کردن، مویشانه کردن، لباس تبدیل کردن. خواه، 3-4 ثانیه شد. بله، 3 کسی که برایش روزانه زنگ میزنی؟ مادر، پدر، برادر. بسیار خوب. یک نفر اگر هر میکنم غلط میکنم برادر پس که کسی که یک مو پیشت خواب بخیر دمرو بگو. 3 کسی که گردانندگیش دوست داری؟ عفیز جان، مجیب جان و مصطفی جان. نام 3 دوستان را بگوین. مسرور جان، سهر جان و هنا جان. 3 رنگی که در اون رنگ لباس زیاد دارین. سیاه، سفید و آبی. 3 فیلم هندی که در می اواخر دیدین. هاوسفول 3 فیلم والا چقدر مشکل دلوالی و فیلم من. آفرین دلواله تو از قرن خدا بگو. از قرن خود تمام فهمید. میدونی دلواله چند سال شده که ریلیز شده آمده به بازار؟ ما او شب دیدم از 25 سال پیش است. نه دلواله را که تو از دلواله دیده تازه کنی. نه ما خود 2-3 شب پیش دیدم امفرد. خاطرات گذشته. 3 سرگرمی که روزانه انجام میتی؟ کتاب خواندن، خواب کردن و غذا خوردن. 3 سریالی را که دوبله کرده باشی؟ تولسی، 5 خواهر و یک سریال دیگه پدرو پابلو. و 3 آرزویی که تال برآورده شده؟ 3 آرزویی که تال برآورده شده، یک دوبلور خوب، یک نطاق خوب و یک فرزند خوب. بله و 3 کتاب را که دمی آخر خواندی؟ کتاب را خواندیم کش کتاب پنتون بوده والا. کش نامش را بگیریم؟ صحیح شد. صحیح شد. بردن دیگه نه؟ بله بردن. کل یه کتاب هم مستحرم میخونه.
صد را برای ازدواج موفق. نیمه رومان میخوانم. چقدر جالب. ولی سری کتابت بسیار تو کتاب تاریخی از راستی خوندیش؟ باور کردم از دست دستر میزش باور کردم که تایتل صد را برای ازدواج موفق. صد را برای ازدواج موفق. من اون کتاب صد را هم قاسم جان تو فاضل جان دیدی یافیس. خب بین که چون در این برنامه ما دخترها زیاد است، بیان که سوال کنیم که بازیار دخترانه ای را که شما انجام میدادین چی بود؟ من از اینا خب بچگانه بود، شما خب بچگانه نبودید کارو بازی نمیکردید؟ زیاد گودی زیاد داشتم و تا حالا من گودی خیلی زیاد دارم و در کنار از اون من زیاد امروی برادرم شان تشله برد میکردم، بازی فوتبال گودی پران بازی میکردم. مثلا چون بخاطر از اینکه از من برادرم من امروی یک خواهر دیگیم و هم سن سالم بودن امروی زو زیاد من اونس گفتم، یعنی یک خواهر یک برادر بود، مجبور بودم هم امروی زی باش هم امروی بازی بچگانه را هم بازی بچگانه که هم دخترانه، یعنی هم گودی بازی کردیم هم تشله برد و مرد هستیم میگم به شک. و نادیا والا ما دا خورد که بودم زیادتر همی جز بازی را خوش داشتم و انجاق پنجاقا خوش داشتم. خب پنجاقا یک بازی بسیار هم تو خالص دخترانه که هست پنجاقا پنجان سنگ هست. پنجان سنگ پنجان سنگ چی میگن؟ والا اوش نایفا فقط همه قسم شاید داشتن چیز نمیگن باید پشت دست محکم میگن بیگان تو چقدر تیز بود نه؟ یعنی زیاد کنجان بازی میکردن پنجاق یکقدر سرعت دستشان تیز بود و بازیگان چیزا که خود میگفتن هم که من اصطلاحاتش نمیفهمم. من خیلی یاد داشتم ولی واقعا مام از اصطلاحاتش خبر نشد ولی خیلی خوب بلد بودم این بازی را. ات دست خود من داغ بازی را میگیره با سنگ چی میگرد کدام سنگ انتخاب میکنی خیلی مهم که پنج دانه سنگ میشد که پنج دانه سنگ میشد. خب سرجان خودت کدام بازی را انجام دادی؟ من زیادتر گودی بازی یا گودیا رو بسیار خوش داشتم. دار گودیا تا بالا ماست پیشم هنوزم هست و دیگه هفت سنگ زیاد بازی میکردم. هفت سنگ چی هست؟ میزه دیگه که مردم که سنگ هفت سنگ که هفت سنگ چیده میشه و از دو گروپ تقسیم میشه، دو گروپ باید بیاین اما هفت سنگ پس دوباره بیچینن اگه تانستن که خوب، اگه نتانستن مثلا هر کدومشون که توپ برش برخورد میکنه او از بازی حذف شده میره. از اینجا فراموش نکنیم که امی پنجاه که میگن یک از شش سنگ میشه، یک سنگ دست خودت میباشه پنج دانه را میمونی، اصلا یکی سنگ است که در دست خودت همیشه میباشه، یعنی او خیلی مهمترین سنگ نمو سنگ است. بله جالب است. قسین توی کدام بازی را انجام میدادی؟ گودی پران بازی زیاد میکردم، زیاد خوش داشتم و نگفتن من حفیظ که ما وقتی که خورد بودم گودی پران را که داسمان تارگیت میکردم که میرم و باید بیارم او اخی میدان و هیچی نداشت، دیوالی دیوالی نبود و یک چند هم تیارایی کنم میرفتم شام میشد میاردم دراک میاندم اشتکا چورا میکرد تیربانگزا شد خانه میرساندم که خودم تسلا میکردم که امور ما آوردم، یعنی بسیار دنبال هدف خود میگشتم و ما مردم همیش معمولا به هدفهای خود کوشش میکنیم برسیم. بسیار خوب. بیاین در این قسمت از پروگرام چون برنامه یک برنامه تفریح و شوخی و خنده و مذاق هست و کرونایی در این شرایط هم که دور دور کده شیشته و فضا هم چی هست شما هم بسیار جدی رعایت کنین بخاطر از اینکه چند لحظه شما که میبینین در خانه که هستین آل و هوای وطن هم کسای خوشت 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 بیرستن. افیشون من دوران کودکی هران بازی طفلانه که بودم انجام دادیمش. شما نام بگیرین که ما براتان بسته قانون شد بگویم. تشلابور تشلابور، چارمغز برد، نینیگو، نینیگو کدین؟ دقیق دیگه دوازده بزرگ هست که در خط که میکشی دیگه شهیدکان یک رقم سه دانه خانک چهار دانه خانک میکردن. حتی ما بازی را کردیم که مثلا یک وقت ما در ورق چی میکردیم؟ این تو آدم کار هستیم میکردیم مثلا 25 آدمی طرف 25 آدمی طرف این تو میموندیم، یعنی همون چیز بازی هایی که بوده ما کردیم باز کرد قلم میزدیم مثلا ده هر نفر که میخورد او از بین میرفت او نفر دیگه از طرف میزد باز داخل معلوم میشد که از کی نفرهاش زیاد مانده. انواع بازی هایی که شما فکر میکنین ما انجام دادیم و همیشه جالب بوده که چی بود مادرم که پشت ما میپالید یاد کوچه بودم یاد میدانی بودم یک میدانی بودم خاک و خاک پر اینه اینجا که مر پیدا میکنن خلاص دیگه جای مبر آمدم خب پاک مبر آمدم نه که پس مرکز نمیشنا از بس که خاک پر پایا ترقیده دستا ترقیده 24 ساعت دستاتری عالم کدام بازی رو انجام میدن مثلا گیم زیاد کلگ میزنن نه گیم با تلفن گیم های تلفنی چه علاقه من نیستم هیچ ندارمش و اعصاب آدم خراب میکنه با آدم انجام نمیدن زیاد ضرر هم داره و دیگه کار یا مصرف هستیم یگان دفعه کتاب یا که میخونیم یا درس میخونیم این چیزا دیگه آل از بازی ها یاد دور شده منطقه من به این هستم که مثلا فوتبال کنم که زمینش مساعد نمیشه یا کرکت کنم تقریبا یک پنج سال یا شش سال من
تیکواندو رفتیم 5-6 سال. یک تلفن بسیار مقبول پیدا کردیم که تلفن از سابقه است و بسیار مقبول دیزاین شده. این دوستان نمبر مگه میزنین سابق پنج خانه‌ای بود نه نمبر سابق. مثلا میگفت نمبر دایر میکردین باز میامدی انت میموندیش تا آخر میرفت دقیق باز یک نمبر دیگر هم میزدی که باز میرفت باز پنج خانه پورا میشد مم نمبر کسی که میخوای زنگ میرفت چقدر جالب بود و باز یگان طرفه که یگان کسا نمبر تا پیدا میکرد دیوانیت میکرد باید نمبر باید لاین تلفن از خانه میکشیدی که باز بر زنگ نمیزد حال یک بازی تلفن سابقه که نادیه و همین طرف شما دو نفر بازیش کنین بگی بیادر تلفن چقدر مقبول تلفن هستم تلفن های سابقه که در فیلم ها و یا می بودن یک زنگ بزنین دسته ایز خودست نزدی کرونا تو یک آدم چیست دیگه قسیم مزایم هستی که در روزای قرنطین چی میکنی یه سر سرکی تا پیش بیار قسیم قربانک گل ریچم باد که من از رای تلفن خواستگاریش میکنم برد که نگرم بچه این برد دختر نمیمانم بله سلام دخترم صدقی گل ریچم سلام خاله جان خوب هستی؟ نشنا خودمتان زنده باشی بخیر اگر خواست خداوند باشی یک بچه که اک داریم همیجه مصور نامشه مرد آدم است باور کن مرد آدم است موی سنجیده توری تاشانه مگم زمانت نمیکنم که آیا راستیست یا نیست به خاطر از اینکه دو روز پیش زده بود انگامه این مویای خدا حالا به طریقه هم رشد کده که من حیفم تاثیر این لیموهای است که به خاطره خاله جان شما مزایمت میکنین من شما را تا نمیشناسم شما کی هستین حالا خود بر من معرفی کنین قربان گلری چه من ما جان هستم خوشی آینده اید بچه ام انشالله که تا آینده بخیر دستای شما سنوی مستی دستای من باش نکنی که کرولا میگره تا دخترکم خاله جان من نامزاددار هستم شما چی گفته میرین پشتش نگرد بچه ما هم نامزاددار بود بار از امی کرونا کنسل کده این موضوع بچه من میترسم اگه امون نامزادش بخاطر که اینه حتما کرونا داشته ایلش کده نه دخترکم بچه اگرکم کرونا نداره دخترکم بلکه یا کرولا داره ای بچه ام کرولا داره ای دخیال کرونا کده بود چرا نامزادش سابقش کالا پشت مره گرفتین نه یه علاج نکرد این به خاطر از این گفت که بچه‌ت واکسین پولیو نشده در تفولیت باز قبولش نکردن گفتن داینده کدام مرض دیگه پیدا نکنه به او خاطر خواهد دادم شما مرا دیدین آ بچه در کجا دیدین؟ روی تا در اینستاگرام دیدم یک نیم رخشا نیم دیگه شده وای بر دیدم پایای تا دیمو کلش یک جای کرده مصور بچه ام خوش کرد گفتم این دختره که بیگی بر من جالب است دختره جان خاله جان من کجا ما هیچ همی شبکه اجتماعی را که نام گرفتین من هیچ از هیچ کدامش استفاده نمی کنم آلمی پرنس جداگک نام تو نیست دینمی خاله جان اشتباه کردین شما روزای قرنطینه است بخاطر در خانه بیکار میمونین حالا به مردم مزاحمت میکنین این کارش خوب نیست بچه ام تو بچه اگر که من را بگی سعی کدم این فیسبوک نامش را نشتک و پامیدی نشتک و که تکان شار خالا جان من خود نامداد دارا میگم تکان شار سعی کم این نامکش سر تو که بچه ام آدم تکان شار اتو آدم عادی نیست در این بغل گردن سعی کنی زنجیر بند است در این بغلش کلشنگو بچه ام که از سرش بد سر مصور که از بد بخوره تکان شار از بچه ام تکان میده شاره تا بچه ام خیلی ما هم نبود دوریش قلندری بوده ما جانم آدم کم نبود ما جان شمشیر نامم بود دخترم خاله جان من قسم بچه را اصلا خوش ندارم من برتان گفتم من نامزاد هستم دیگه مزایمت نکنین قربان چم خیر بگم نامزادک تا بر من رخ کو همین دریم این قوی دختر بچه که که مره بگی نامزادک تا رخ کو بر من نه خاله جان اجازه ندارم من زیاد بیوگیره تیر کردم بچه این دمید بسیار وقت شده که خواهش میکرم خاله جان زیاد مره خنده دادین شکر کنم قسم شما هستین که بچه این بخورش خنده دیست و خوشی آینده دست مره خنده دادین خاله جان یا هم دلش میدید خبر داری که من چی کار هستم من بوبوی تکان شار هستم بچه این فکرت باشه بوبوی تکان شار دیگه خاله جان مزایمت نکنین این کار اصلا خوب نیست حتما شما در میروزه قرنطین دق میرین که قسم یک کار میکنین اگه دیگه در بار به ما زنگ زدین ما مجبور میشیم کمی تلفون رو بیخی کنیم ما قرنطین نیست تکان شار در شار گشته رایزی ما هم نمی کوچه دمی پشت پشت چاقو دمی بغل هم زده گیز گشته رایزیم بچه خاله جان اگه باز بگوید که قرنطین قرنطین یک جایی میبرم تا بچه به تا آدم عادی نیست موی سعی که تاشانه دیگه برای ما مزایمت نکنین خاله جان قند دیگه تلفون ما میمانم وقت خوش برتان میخوایم تلفون که تا نمانی دخترکم بشنو دخترم اما آقای تا رخ کخی قربان چوب الله قد کرد تکانشار بچه این باز مجرد من تکانشار بچه این بوبوی زیاد بیوگی را تیر کرد تا هم انشالله که امون رقم خواد ماند تکار شار بچیم قد چقدر سر از این مردم خود خلندری ما تو معرفی کردیم تو بیزن ماندی ما هم بیشوی بچیم تکار شار بچیم همه بر دینه خوش پیدا میکنم
مرا چی میکنی غم خدا بخور. من حداقل یک تا کنه کدم. ما وقت زیاد دارم. انشالله که یک آینده بسیار روشن داشته باشی. بسیار تشکر حفیظ جان از تمام کارهایم سپاسگزاری میکنم که بر ما وقت دادن تا در برنامه بیایم و درباره ما چیزهایی که نمیفهمین درباره ما بفهمین. دیگه بسیار تشکر. امیدوار هستم که یک تیم خوب را دارین به خیر تشکیل بدیم و ما همیشه در تلاش ازی هستیم که بر شما بهترین ها را تقدیم کنیم. پس همیشه بیننده برنامه های طلوع باشین و برنامه های یوتیوبش باشین و کرونا را هم جدی بگیرین. دوستا بریم به یک وقفه. تشکر از نادیا جان و طور گفتم برنامه هایش تقدیم کنین. زود میریم و زود میاییم. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز و عالم. رسیدیم به بخش وطندار و ببینیم که وطندارای ما چی کردن، در کجا هستن، چی میکنن. ما از لندن آنتاریو کانادا گپ میزنیم. دیگه امروز دوم عمل است که ما به خیر به خاطر مشکلاتی که آمده یک دعای خیر کرده و یک میله سمنه که در اینجا تجلیل کردیم که خداوند با برکتی دعای ما دیگه یک آرامی و این بلاها را از هر جمله مؤمن مسلمان و همه مردم دنیا برداره. من از مقدس آرمان خیلی اما and I like all of you from Kabi Guftigo and I like also like Shafaki from there and I'm from Washington DC. عرض سلام ادب دارم خدمت عفیظ جان، مسعود جان، سهر جان، عابد جان و سیار جان. خدا کنم خوب باشین. من نیزا بارکزه هستم از ترکیه. السلام علیکم به حفیظ جان و تمام همکاران کاپ گفتگو. من میلاد رسیخ هستم از کشور هلند. سلام به تمام همکاران کاپ گفتگو و حفیظ جان محمدی، سمیر جان و دیگر تمام همکارانشان که همیشه لبخند به لبان ما افغان ها که بیرون از افغانستان هستیم. اینا می آورن به شهر ملمو به یکی از کتابخانه های که کتاب خانه ها به شهر ملمو هست آمدیم. سلام افغانستان، ما در کشور سویدن زندگی میکنیم. سلام شهر الینکسوس. ما در قانونستگو را کشت داریم و میبینیم. یک سلام خاص برای بابا جان که در افغانستان هست. سلام دوستان عزیز، سلام با تمام ملت افغانستان با خصوص به گردانندگان خواب گفتگو. یک سلام خاص بخاص به مستور جان. ما در کشور سویدن در شهر السنبوری زندگی میکنیم. سلام، وقت هم بخیر. یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام ملت رنجیده افغانستان. یک سلام خاص تقدیم میکنم به پدر جان و مادر جان مزار شریف. یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام گردنده ها موفق تلویزیون تورو. از کجور صحت من موفق باشیم دوستو عزیز. میگه بنده هم از کشور ایران پیام مادیم. سلام خواب گفتگو. ما یک فامیلت کوچک از کشور فنلند به تماس شدیم. خواب گفتگو را دوست داریم. سلام به تمام ملت افغانستان، امیدوارم که جور سلامت صحت در تن داشته باشین. اینجا به مناسبت سال نو ما یک قابلی جور کردیم با جمعی از دوستان. من به خواب گفتگو ممر بستم. مالیسم عدیل هستم و شما را دوست داریم. ما در آلمان هستیم. سلامت به خواب گفتگو. این دیگه پیش از کرونا است. با جمع دوستان در استانبول هستیم و سلام احترامات خود به تمام ملت افغانستان، همچنین کسایی که ما در برنامه تماشا میکنن. سلام گرمای خود به همه ایشان میرسانیم. و علیکم سلام. سلام سلام، یک سلام خاص به برنامه پار زیبای پار گفتگو. و علیکم سلام. به خصوص بخش وطندار، اجمل هستم از کشور آلمان. بشک. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان قاب گفتگو. و علیکم. ایسا زمانی هستم از شهر زیبای فرانکفورت آلمان. بشک. تشکر. چه خوب یک فضایی بود و کل عزیزا و دوستار از نقاط مختلف جهان دیدیم. خداوند شما را در امان و دامن و پناه خود داشته باشه و در این هفته‌ای که در خانه هستین 100% با فامیل باشین و یکی دیگر را ببینین و همچنان از عزیزایتان هم خبر داشته باشین. یک زنگ برای کسایی که فامیلا و نزدیکایتان هست از با هم خبر داشته باشین. و چه خوب وقت است که اگان کسا فرصت به پیدا نمیکرد که پاسخ به یک مسیج یکی از عزیزای خود، از نزدیکای خود. حالا یک وقت کافی است که آدم به کلگی برسه، یک اول کلگی رو بگیره. دیگه خوش و خوشبخت باشین. برنامه ما به اینجا به پایان میرسه. هفته بعدی بازم منتظر ما باشین و دعا میکنیم که همه ما رو خداوند نگاه کنه و کل انسانیت رو نگاه کنه. بخیر. زنده باد وطن و وطندار ما.
تل دیو افغانستان، جوانده دیو افغانستان، یشستن افغانستان.